کشورهای اسلامی را می توان ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر مواد طبیعی و خام مانند نفت، گاز، طلا، مواد معدنی و غیره دانست. اما متاسفانه به دلایل مختلف که مهمترین آن سیاست‌های حکام این کشورهای اسلامی است، این کشورها نه تنها اقتصاد خوبی ندارند، بلکه برخی از آنها جزء کشورهای فقیر در جهان به شمار می‌روند و ما بقیه آنها هم اقتصاد ضعیفی دارند. حدود 40 کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و دارایی اسلامی از 17 کشور جهان در پایان فعالیت چهارمین کنفرانس بین المللی آکادمی مالی و اقتصاد اسلامی اروپا به تشکیل یک کمیته جهانی برای تأسیس اتحادیه اقتصاد اسلامی با هدف رهایی کشورهای اسلامی از اسارت وابستگی اقتصادی فراخوان دادند. این محققان اظهار کردند که استقلال اقتصادی برای کشورهای اسلامی به معنای گسستن آنها از دنیا نیست، اما این روابط باید بر پایه‌های سالم اقتصادی بر طبق منافع دو جانبه و دور از وابستگی به کشورهای غربی یا مؤسسات بین‌المللی باشد. اشرف دوابه، رئیس کنفرانس و رئیس آکادمی مالی و اقتصاد اسلامی اروپا، اظهار کرد که کشورهای اسلامی از مؤلفه های استقلال اقتصادی برخوردارند، اما فعال نیستند. عواقب بحران جنگ روسیه و اوکراین ضرورت فعالسازی آن را آشکار می کند. وی اختلافات سیاسی بین دولت‌ها و کشورهای اسلامی را یکی از موانع استقلال اقتصادی این کشورها دانست و پیشنهاد داد تا زمانی که این روابط حل نشود، بین بخش خصوصی و بخش ثالث که اتاقهای بازرگانی اتحادیه‌های صنعتی آن را نمایندگی می‌کنند، در این چارچوب هماهنگی صورت گیرد و این هماهنگی با حمایت دولت به اوج خود برسد که می‌تواند به نفع کشورهای اسلامی نقشه اقتصاد جهانی را تغییر دهد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.